حادثه زلزله قزوین سلیمان پاکسرشت میلیونر معروف جان سپرد. مرحوم سلیمان پاکسرشت به علت نداشتن زن و فرزند طبق وصیت‌نامه‌ای که از خود به جای گذاشته تمام مستقلاتش را به شیر و خورشید سرخ و موقوفات واگذار نموده. مرحوم پاکسرشت میلیون‌ها تومان ثروت نقدیش را بین 5 نفر از کسانش که مجهول المکان و در تهران زندگی می‌کنند تقسیم کرد. گنجینه سلیمان پاکسرشت با وصیت‌نامه‌اش در اختیار دادستان کل گذارده شد. آقای فرزانه. بله قربان. دستور جناب آقای دادستانه که به نمایندگی از طرف ایشان برای پیدا کردن وراثت مرحوم سلیمان پاکسرش هر چه زودتر اقدام کنیم. چطور و از کجا باید شروع کنیم قربان؟ ما ضمن انتشار اسامی وراثت صلاحیت دار دولتی هم برای پیدا کردنشون کمک میگیریم. اسامی رو یادداشت کنیم. وارث اولی مردیست 50 ساله به نام نصرت الله نیکنام. بله من نیکنام. سلام قربون شما، حال شما چطوره؟ بفرمایین امری بود؟ اجازه اجازه 50 لب روغم. بله بله بله. یک خروار در چوبه. بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب. همین الان براتون میفرستم فوری. چش چش اطاعت میشه قربون شما. به سلامت. خلیل خلیل. بله آقا. بیا 50 لب روغن با یه خروار زردچوبه از اون سفارشی ها فوری به اساسی میزه. برو قربان محمد بیا. بله اون قدام که شما فکر میکنی چایش بد نیست، تا چش به هم بزنی آب شده رفته. قیمت های چجوریه؟ 2 تومن میدی 4 تومن قیمت خود جنس تو. باشه بابا گوره پدره درک بفرسته. 100 صندوق میفرستم. خوبه؟ والا اگه به زحمت پدرش بیارزه اصلا فایدهش از همه طرف تو دیب شماست. راستش ساختن جنس‌های تقلبی انقدر شده که چایی و روغن و زردچوبه قلابی دیگه برای من فایده نمی‌کنه. میخوام قدرتمو تو کار چکوزفته نشون بدم. چکوزفته؟ ببخشی معذرت میخوام تلفن همین الان میارم. الو سلام. آه عزیزم حالش خوبه؟ دلم نمیخواد ما رو ببینی. خانم جون اینجا تجارت خونه هست؟ آسد اینجا اومدم مدل ماشینی رو که میخوام برام بخری بینید بدم ببین چقدر قشنگه. ماشین بخرم؟ برو اون طرف زن. آخه من پولم کجا بود؟ این پول میلیونر شدم. میلیونر میلیونر من میلیونر شدم. ارسیه سلیمان پاکسرشت من میلیونر شدم. خدا رحمتش کنی که منو میلیونرم کرد. الهی قربونت برم زن. من میلیونر شدم. من میلیونر شدم. خونده بودم درست خونده بیارم حوضی نخونده باشم. درسته نصرت الله نیکنام محمود شنگود. چشنگولی چمنگولی انگورم دونه دارم انگور نمونه دارم. بخ بیا بانا نباب چه انگوری انگوره شب به نباب انگوری انگوری آمیز محمود جونه آمیز نبود درد و الان دخاله تو کسی باش خواب سر محمود. شنگول آهای شنگول باز که کپکت خروس میخونه چه خبرته؟ چرا خروس نخونه فرخونده جون داد داره درم قم ندیده. کی داره دکونه زلیل شده؟ هیچ کی جونه تو. آها چشات خیلی خمره. دهن چی؟ قنچه؟ نه گل بهاره. محمود شنگول محمود شنگول انگری باقه دابات چه انگری باقه دابات چه؟ آقای باقه دابات چه؟ حواست کجا؟ برو اون طرف بیرم بچه از کارو زدگی بازم کردی. آی انگری خوش برات برم خوش برات برم. راجع اون دختر گل پتر نه خنده خوبم تو پوندار شدی پوندار بولدار سردارت سنگین بوده داداش. خواب دیدی خیر باشه خیر باشه. بارو بابا خدا روز تا جای دیگه حمله کنه. تو مگه محمود شنگول پسر عباس خوب هستم که هستم. خیلی خوب هست بگیر به خونداش عباس خیلی خان بزاری هن سلمان بگوی دیگه سلمان حالا دیده خوده رو دل داری ممن ممن خونده
وای خدا جونم، من پولدار شدم، من بسیونر شدم، این روز نمارو برید دور تا دیگه بشگاه نری، بشگاه رو محمود سنگون هم بسیونری بشگاه رو امروز معلوم هست رو خیلی سنگون شدی چیه؟ بیقات به چه خبر بشه؟ شوهر نزدیت سلیمان باشترک مهجونت شده مهجونت اینا چه؟ الان نشونت دیدم ایچی نمشه؟ مهجونت شده خدا جونم آهای کجایید؟ من میلیونر شدم، پولدار شدم. ای بلا گرفته ها، بریم گوشید ببینم، بریم گوشید. این کتافت کار یا چی که برای خونه ای من رو انداختی؟ یا نمارش رو گوشو دلیل شده ها، مگه نگفتم باتون از اتاق بیرون نداریم؟ به بریم تو مالشون ریخت کنه برد. کی مرده بابا؟ چی شده؟ میگم کی مرده؟ نه مرده، کاش مرده بود. بهتر خانوم میلیونر شده. کی گفتی بهتر خانوم گور به گور شده؟ نه بابا، میلیونر شده. ببین که بابا به ما چی که خرد و خرد شده. دیگه مستجر نمیخواد. خدایا باز این صابخونه میخواد چه بلایی به سر ماها بیاده. همه تو برید بیرون، گورتون از خونه اینم گم کنید. میخوام این خونه رو خراب کنم، یه امارات چند طبقه بشه من اجارت بدم به آدم حسابیا. میخوام یه امارت ست طبقه بسازم، دیگه مستجر گدا گشته نمیخوام. مثل این که خبر خوشیه بهتر. ناره من میلیونر شدم. میلیونر بیرین روز نواره بگی بخون. بله شما میلیونر شدین. مرحوم سلیمان پاکسرشت تمام ثروتشو که بالغ بر میلیون ها تومان میشه پس از کسر مالیات بین 5 نفر تقسیم کرده. خدا را نور از قبرش بباری. باقش آبادشی. نفر چهارم دوشیزه مهری بابفا مهماندار هواپیماست که تلگرافی خودشو معرفی کرده و تا یک هفته دیگه به اینجا میاد. باید از کنم که متاسفانه از نفر پنجم هنوز نیست که نباشه قربون. بله میخوام 100 سال سیا سر به تنش نباشه. به دارم چونی؟ در هر صورت باید نفر پنجم پیدا بشه، چون اگه اون با تقسیم ارث موافق نباشه گنجینه سلیمان پاکسرشت به مؤسسات خیریه واگذار میشه. چی؟ واگذار میشه؟ بله در وصیت‌نامه با صراحت قید شده. چه به خوشی مرد با این وصیت کردنه. گور به گور بشه لعنتی ایکپیری با این وصیت کردنه. همچی؟ من که میدونستم کجاست، مردش رو آتیش میزدم با این وصیت کردنه. نفر پنجمی رو باید پیدا کنیم، اون تشخیص میده و تصمیم میگیره. اون دختر باید پیدا بشه، گلنار پاک سرش. این چه جور ماشین روندنیه؟ حالا که تاری نشده خانم خانم. تاری نشده مثلا میخواستی چه تو بشم؟ چه ماشین سواری بلد نیستی؟ میخواستی سوار چینه بشی؟ من بلد نیستم. من 10 سال سواری زیر پامه. اصلا تفسیر منه که شراستم و تو باطل نکردن تا رفتن توی خیابون رو یاد بگیری. نفهمیدم. حالا همه این که خودخواهی کنی برای من بلبل شدی؟ منم 18 ساله تو این خیابون را میرم ناشی. ببخشین 18 ساله خانم. بفرمایین بلیت میخواد؟ عقبه همه یه بلیت دارم، آخری شانس آقا. بلیت هم میخرم، بفرما سوار شو. سوار شو، سوار شو تا لباس نو هم برم برات بخرم. یه سوار شو خوشگل خانم. برعکس برگردونه کین کن، تیم از این ماشین که زیر پای توی برگام شو. حالا که این طرح پول بلیتو از کنم از کاتری نگی. نگر، این مالو پاس نگردار، این خرد منه، نگردار. شما کاری نداری من براتون بکنم؟ من چه کاری؟ دفشوری، تمیز کردن آشپزخونه. میدونی مزد زیادم نمیخوام، فقط یه لقمه غذا که شکممو سیر کن. چرا داری؟ خیلی متشکرم. پس حالا که اینطوره اول غذا بعدش هم کار. قبول.
حاضر. حاضری؟ آشپزخونه تو زیر زمینه. باشه. چه دختر کدبانویی، خوشگل. تو تا حالا کجا بودی؟ خیابونا باشه جمع گشنه پرسه میزدم. چیه نگاه میکنی؟ قد رعناتو نگاه میکنم، به این دسته قشنگت نگاه میکنم. هی دوست کنی عزیز. نفهمیدم چی شد؟ مگر این حرفام داشتی؟ نه عزیزم، پیدا کردی. جلو نه یا قول بیشا خدا. اگه بیام چطور میشه ناز نزید؟ چطور میشه؟ این زنی میشه برین گم شین، گورتون رو گم کنید. دیگه مستقر نمیخوام، همه تون رو بیرون میکنم. مگه بهتون نگفتم 24 ساعت فرصت دارین که اتاقا رو تخلیه کنید؟ یه مشت کلا گشته و لختپتی جمع شدن دور من. دیگه نمیخوام قیافه های نقص نجس شما رو ببینم. مگه بهتون نگفتم میخوام اینجا رو خراب کنم، 10 طبقه بسازم؟ میخوام به یه مش آدم سرشناس کله گنده اجاره بدم. نمیشه مگه تو گشنه ها؟ چرا اینقدر ظلم میکنی زن؟ باز تو حرف زدی مردنی؟ آخه کجا برن؟ برن درک، فضول دره جهنم. ای خدا، تو خودت تقاسه این مردم بیچاره را از این زن بگید. ما چیز رو همون نمیرسه. این نفس کشیدنم برای ما بدبخت و دردسر شده. حالا باید یواشه که از اینجا در برم. خودشونم منو نبینه که الان پدرم رو در نمیرسه. خیلی سویده، حالا کارت به جرسه که میخواد به من برگ بزنی ها؟ مگه چطور شده بهجت خانم؟ چطور میخواستی بشی؟ به کوری چشمت من میلیونر شدم. خب خدا رو شکر، اما من که کاری نکردم. چی کار میتونستی بکنی؟ من دیگه مستاجر دوتومنی نمیخوام. بگیرینم جلو پلاسه. آخه من که جایی رو ندارم، کجا برم؟ هورستو، میدون اعدام، زیر ماشین، لای جرس. من چه میدونم؟ همون جایی که اونهای دیگه میرم. آخه من دخترم. آخ باخ باخ، دختر؟ تو رو خدا دختره چشم گوش بسته رو برو. یالا زود باش برو پی کارت، تا حال تو جا نیوردم. یالا برو گم شو برو. دختر نه عزیزم، پیده کردیم ناز نازیه. دختری؟ قربون خدا برم با این دختراش. به پوری چشمت من میلیونر شدم. میلیونر. یالا زود باش جلو پلاس از خونه من جمع کن، باری بیرون. یالا زود باش. جایی نیست که سراغ این دختره رو نگرفته باشم. تو علی کن آقا، واضح ماشین تو میگم که خالفاشو نزنه. تمیزشم کردم. برو اون برم ماشین کسیف کردی. اختیار دین آقا، کلی روش کار کردم. مثل آینه میدرخشه. بسر کسیفش کردی. شوخه میکنی خانو، شما نام ما رو بدین. ندارین حق و زحمی معظم بره. خدا عوضتون بره. بیری خوبی از خوشم برو کن شا. آخه من برسی زحمت کشیدم خانو. دست منو ول کن. میخواستی دستبندم رو بدزدی؟ دستبند تو؟ اگه میخواستم دوزی کنم چرا کار میکردم؟ افت زنی، اگه بهت میگفتم دوز کیه؟ بلگرد بیش سر و سر، هیچ میدونی با خانم یک میلیونه ترسی؟ بیر انسان حالا خفه میشی یا نه؟ نمیفهمه، ببین که به شما بد نکردم، شما چرا اینقدر بی انصافی؟
گلگرد و بیشتر میکن. خدا یا خودت میدونی با این کارا گلی از اینجون در میکن. سلام علیکم. انگورو کیلو چند میدی؟ کیلوی 50 تومن. کیلوی 50 تومن یعنی چی؟ یعنی این که فروشی نیست. کش دبینم رفتم تازه داره، توی مغازه داره، دلبری که نازه داره. انگوری انگوری ماه 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 آمیز محمود، جون آمیز محمود. اوه معلومه کاروبارت گرفته آمیز محمود. خب انگورا که بیچنده پیشتار همش پیشکش خانم مجنه رو دارین. آقا مجنه با محمود میلیونر شده. بله بگر چه انگوری باقت آباد شود چنگولی. اجلا میلیونر شدی؟ خوش به حال رفتی میلیونر شدی؟ آره عزیزم، اگه وارث پنجمی یعنی اون دختر ذلیل مرده رو پیدا کنم ها دیگه کارا درست شده. میخوام یه حرم سرا درست کنم که برم زن خوشگل باشه. اولیش خودتی عزیزم. من شوهر نمیکنم. پیشکار من خوب بانو کردم استخدارتو میکنم. ما به سخت به تو رو احتیاج داریم. یا کیشم من هر کاری دین میکنم، هر قدرم بدین میگیرم. شما رو نمیخوایم. سومن تا چشم کور بزرگ کورتر شه. دومن اون دختر برپریده که باید اجازه بده تا من میلیونر بشم هنوز پیداش نیست. از همه مهمتر این که اولا بنده به مرد احتیاج نداره. بندازش بیرون اینو. اما من خیلی کارا بلدم، حتی کارایی که باید خانوم انجام بدم. کارایی که باید خانم انجام بده؟ آره دیگه، خب مثلا جارو، دستشوری، لباسشوری و بقیه کارای دیگه. پیشکار این بسره چقدر فضوله، زود ردش کن بره بینم. محبوبه فضوله؟ چشم بفرده فضول. آره جون تو، حالا که اینطوره واسفت بگم که آدم گشنه دین و ایمون نداره. آره بگم سیره کمرم درد میکنه. کمرش بای کمرش خود رو ببینم. بلنشه ببینم. بلنشه بابا چیزی نیتونی نشده. اما به خودو من آدم بدی نیستم. من راستش مجبورم از این کار رو بکنم. آخه چه کاری؟ همین دیگه، همین که پوست هندونه زیر پای مردم بذارم. پوست هندونه؟ بله پوست هندونه. آخه چرا؟ میدونی برای اینکه بخورن زمین، بعد من بودم بلندشون کنم، ازشون پول بگیرم که بتونم شکممو سیر کنم. چه وقت؟ پس تو اینطوری شکمتو سیر میکنی؟ فولم میگیرم، آوازم میخونم، همه کار من میخونم. ببینم راستی تو چجوری شکمتو سیر میکنی؟ من والا نم. پس تو کارماری چیزی بلد نیستی؟ چرا بلدم. اما اما آخه چه فایده؟ فهمیدم تو از منم بدبختری. اگه پسر زرنگی باشی تازه مثل من، اگرم دختر باشی جرأت نداری برای کار پاتو از خونه بذاری بیرون. تازه خونه زندگی هم نداره. خیلی دلمو سوخوندی. دلت میخوای با احمد آقا خان شریک بشی؟ احمد آقا خان دیگه چیه؟ معلومه من هم دیگه. اما مردم بهم میگه احمد بگرد. پس با هم فامیل در آمدیم دیگه. فامیل؟ آره دیگه، تو ولگردی منم ولگردم. راست میگی. نگاه کن. خب حالا حاضری شریک بشی؟ که چی کار کنیم بگو. مثل دو تا برادر با هم یه جوری شکممونو سیر کنیم. دو تا برادر؟ خواهر و برادر. خب از چه شروع کنیم؟ همین امروز؟ همین امروز؟ نمازه قلم همه خدا. همین امروز؟
امروز رو میخوایم خوش باشیم بی خیال فردا. همین امروز مال ما و فردا مال فردا. همین امروز رو میخوایم خوش باشیم بی خیال فردا. همین امروز مال ما و فردا مال فردا. بابا امروز رو عشق چیچیه غیر قول فردا. کار میکنیم نون میخوریم با روی خندون میخوریم. هر شب تو خواب با اشتها مرغ و بجنجون میخوریم. پیرهن سینه چاک داریم ما روح و قلب پاک داریم. تو این خیابونا هزار ماشین کادیلاک داریم. این ور تو نگاه کن، اون ور تو نگاه کن. پارکا و کاخای اینا باشه مبارک بهشون. خونه ما هر جا باشه روی همین خاک خدا. آخه بابا مال من و مال شما داره، مگه که توی این دنیا فقط یک دو سه روزی جای ماست. زمین رو دوشک کنیم آسمون لحاف ما. چاله چوله ی زمین گل فرش صاف ما. نون خشک و خیز کنیم میزنیم تو کشک و ماش. نون سبزی و پنیر جای شور و سات ما. مردم کمک و یاری چه خوبه، دل بیغم و دلدار چه خوبه. بخور هر چی که داری تو با مردم، ببین لذت همکار چه خوبه. به یک ها گذاشتم که تنم نداشتم. چیکو چیکو چیک چی کاره هم مکسی یک کفش فاره هم. چیکو 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 چی کار کنم شونه بگیر بار کنم. کار میکنیم نون میخوریم با روی خندون میخوریم. هر شب تو خواب با اشتها مرغ و بجنجون میخوریم. زمین رو دوشک کنیم آسمون لحاف ما. چاله چوله ی زمین گل فرش صاف ما. نون خشک و خیز کنیم بیزنیم تو کشک و ماش. نون سبزی و پنیر جای شور و سات ما. همین امروز خوش باشیم بی خیال فردا. همین امروز مال ما و فردا مال فردا. همین امروز رو میخوایم خوش باشیم بی خیال فردا. همین امروز مال ما و فردا مال فردا. آه عزیزم دیگه جگر سوسورت کباب شده. اجازه بده شما رو برای نهار یک لیوان آب هویج دعوت کنم. امیدوارم دل جگرت بیاد پایین. عزیزم چرا جواب نمیدی؟ آه بزن ما نمیخواستیم که شما از اینجا رچین بخورین زمین. ما بخواستیم اون یاروشی گوله. بله ما بخواستیم اون یاروشی گوله که مزاحم دختر مردم شده بود بزنیم زمین. الان چی گفته بود تو فضولی کنی با بزنیم تو سندون مردم که ما خودش هم تو هم سرمش بزن تو سر ما. الان که طوری نشده الان برای تاکسی صدام زنم. تاکسی نمیخوام ولش کن. بابا آخه من پولم کجا بود تاکسی سوار شم؟ نه بابا جون هیچ چی دهشم پول نداره. تو هم با این دکو پوشی پول
نداری؟ اچه به خوشتیشان آی دور زکی خورده نخور بابا جیبم میخوانیه نه 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 من بدبخ با این پای شکسته اون بگه من ببین پوک با چجوری برم خونم تو ساعت تور بنده توی یه جیگلوه رو بدنیدیم این بعدش سگماهی بیاد پوش دندونه رو نفته کنه بره آخه تو که پول نداری مگه مرض داشتی که بیای اینجا با باری زمین آخه مگه نمیدونی داداش آدمای بی پول همیشه میخورن زمین ببریم قلی بابا نه مدی باید بره کیمش کنه اونش آخه که پول نداری صاف کن یه تومن دو تومن بیس هشت در دشه داریم بیس پنج در کرتکسی میدیم سه در دشه شما خودمون خدا کرده بلند شد گلی یه کار خوب پیدا کردم اما چون دل با بچه تو بودم ول کردم و اومدم خب پاش طوری نشده ها؟ نه گلی چه مرد گیتی؟ هیچی نه یه چیزی در آره یه کمی عوض خب معلومه که عوض شدی دختر بودی رفتی تو جلد پسر نه نمیدونم احمد نمیدونم چمه دل در میکنه؟ نه سره؟ نه تو؟ نه 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 بچه دردی زرد تو نوله های زرد تو ببینم نکنه هماغت به سر زد و عاشق و پسر بی پولیان شدی نمیدونم ببین گلی اینا تو شرکت ناممون نبود این حرفا رو بریز دور بذار به کاتبمون برسی میخوام بریزم اما دست خودم نیست گلی ببین درسته که اون مثل خودمون آسفاسه و هیچی نداره اما هرچی باشه آق مهندسه بعد اکلت بیرونش بکنی درسته حق با تو حالا شدی آدم بزن بری بری ای وای وای کجا میخوای گرد در پیش با این سرعت نه بوغی نه درمجی نه چیزی کجا بچه من وقت مردم رو تصادفی کرد آره بزن بری کجا 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 میخوای در بری بیره های بزن 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 میخوای در بری کجا خمو بخون همینجا باید داره باید بوده بوده مقدس بیاد آره جونه تو بعد از راست میرم بابا چه بخیلی کار دارم خودش به ما بخشیده نه دیگه ام نداره خیلی مردم از اون شده منم بودم چی کار کنیم بریم هر هزار تومنه بدیم جله باجه بخوریم بریم بخوریم نه گوش کن بریم مرغ و کباب بخوریم حالا اصل داستان رو واسه تعریف میکنم حسن آقا بله قربان دوتا مشتری ایون برای کافت اومد برو پیشوازشون دیگه این آجه کجا؟ به لباس داره ما نگاه نکن قربان بعد پول قضیه همه این داره میده ببخشید قربان خواهش میکنم بفرست کباب بیا کلو کباب بیا دوگه کباب هم بیا اونه که هستی خوردنی داشت بکنه دهت بار کو بعد بیا اونم تو چشم چه آخه مهندسه حالا چیزی نداره اما راست میگه ایب نداره عبدش من میکنم جاگ میجایم اما نکنه آجاری خوش کن آقا یه مرقه جرسته بعد بیار دو تا نول سنگه کم بعد بیار شای. من بخورم خوش آره خوب شد بریم بریم پس بریم پیش بیاد بنده از در وارد گشتم پس بریم پیش بیاد من برگ ورودی داشتم چی بیای من امروز مهمونم اینجا پس بریم پیشی بیای من دیگه میمونم اینجا آی گرسون یه راچه
بله ما ایشب همه چون دادی آخه ما خیلی آقایی یارو خرپوله تو منی 3000 بیشتر حساب کن خودم یادت دادم به من بگی این که قلابیه چه گفتی قلابیه نرفت یه دونه پاتمان صدا کنه بابا آقا قربون شما برم خدا بر خودم این مروجون دیگه خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی اونجوری نگاه کن دارن چه که ما رو دست به دست میکنه البته ندید ندیده آره اشکلات یه روسیه و یه روسی بیل نهیدم حالا ترک فعل اردن که دادن چه میشه سب کن پاسبان بیاد پدرشون رو در میارم بیاورید بقیه این پول مرو باز کن باز کن من با چاره خدایی هستم یعنی ما خیلی از این افکه ندارم آره بفرمی سرکان این هست این چه که تزدینی مال شماست؟ معلومه پس میخواستی مال چی باشه سرکار؟ مرده شروع هر کلا بیا عزت ببرن عرده خور کردن یه اسکناسی نداری؟ ندید بدید با پاشمان میخواد بیا خوردش کنه خواهد بستن خواهد بستنی کنه حالا که اینطور سرتومنه شده به آشپزا و این برو بچه ها که اینجا کار میکنن امجا تو منشه بده ببه ملاحظه میفرمید؟ ببینم از این چکاپ بازم دارین؟ معلومه که دارین ادازان تو جیب منه دو ازاستاشم تو جیب دستی ببخشی سرکار یعنی تو چمدون دستی منه بله ببینم ای با یادم رفته کیفم یعنی کم بله منم یادم رفته جیبم رو بیارم اجا این حرفا به شما ها که به ما ها که قد کن بیا بقیه پولو کار دارم بله نکنه برای اینه که ما مرغ خوردیم یعنی ما حق ندیم که عمرمون یه روز مرغ بخوریم نه بدونم شاید آدمای بدبخت حق ندارن اینجور خوراکی ها رو بخورن یا فینجالو این شکا جو حالا نمیشه ماها رو ببخشیم آفر یا فینجالو راستشو نمیگید چی هستید و بقیه چه کار کجاست نه؟ قربان ما دوتا ولگردی سر مبارکتون راستش همین بود که گفت بله اول جیباشونو بگردید جفت جیبامونو خب بگید مانعی نداره بگردید وای این یکی رو دیگه زحمت نکش آخه اینم پارد خب من چه عرض کردم جیبامون پر از خالیه هیچ کس توش نیست جیبای اون یکی رو بگردید چه خب نه 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 بگردی خب جیب منه بگردی چه فرق میکنه آخه شما چرا همچی میکنی شما خدا گنده سر اومد چیه بروان بروان چیه چرا زبون اسفند اومد دیگه در دیگه در آب دادیم دیگه دمون جا گرم قربان نبینیم بقیه ایشون ایشون رو بقیه حجمون گفتیم قربان حجمون گفتیم که گفتیم که گفتیم که گفتیم که نمیداریم گفتیم که ما چه گفتیم قربان ما چه گفتیم که نمیداریم که ما منو بگردیم تو دختری؟ بله تو چطور؟ دستی و لحظه کن اینجرم درمان ما 25 ساله توی شهر کوس مردونه که میدانیم چرا این کارو کردی؟ برای اینکه بتونم به راحتی یه لقمه نون پیدا کنم و بخورم اگه کلک نزده باشین هر دوتونو میذارم سر کار کلک نزدیم راستش منم شاهدم حالا معلوم میشه جیباشونو بگردم خیلی خوب بگردم منم جیبامو بگردم این دخل اینجام کنی غیر از این شناسنامه هیچی دیگه ندارم این مال کیه؟ مال خودمه گلنار پاک سرشت 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 دختر چیکار کردی زودتر به من بگو بابا راستشو بگو این شناسنامه مال توه بله راست شناسنامه مال من اسم پدر خدا بیامرزم هیدر هیدر اسم ننانم کبرا کبرا اما من تا یادمه به این میگفتم گلی 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 بیا گلی برو گلی بتمر گلی کوف کن گلی بمیر گلی خفه خون بگیر بله قربا درسته منم شاهدم ما کاری نکنیم بفهمی باید کجا من و کارمندان مدت هست برای پیدا کردن صاحب این شناسنامه شهر رو زیر رو کرد ایوهای حالا بیا و درستش کن ما رو ببین آخر عمری با کی شریک شدیم دکتر تو چی کار کردی که همه دارن دنبالت میگردن حالا به خدا اگه من کار بد
بدی کرده باشم. کار بدی نکرده، ملاحظه فرمودی کار بدی نکرده. خدا حافظ شما. کجا؟ باش گفت کجا؟ لطفا بفرمی تو اتاق انتظار. لطفا گفت لطفا. لطفا بفرمایید تو اتاق انتظار. بعدیشم لطفا بفرمایید. بعدیشم لطفا بفرمایید رو. لطفا بفرمایید. بفرمایید. این چیزی نیست. این مال مهندسه. چون که مال مهندسه مگه. الو دادستانی صدفان فرامرز سلام عرض میکنم. بله قربان. بله قربان. بله گلنار پاکسرش پیدا شد. بله یه دختر ولگرده با یه پسر ولگرده دیگه. بفرستمش خدمت شما. شما تشریف میارید؟ بسیار خوب. چشم قربان. اطاعت میشه قربان. مرگ مهنه بابا جون من میدونم سلام که دروغ نمیگم. دوزی کرد من؟ پس آدم کشتی. آره خب این که چیزی نی شریک جو به منم بگو تا منم بگم شریک کش بودم اگر نه تنها به دارت میدوندو. خدایا خفه میشی یا نه؟ هم اجلگرد به من بر بگو یا جناس سروان بیرون کارت دارم. اومدم سراغه بود. خدایا خودم رو به تو سپردم. خب دیگه شریک عزیزم منو حلال کن که یارو رو کشتم و اسم تو رو بدنوم کردم. این حرفا چیه میزنی؟ بیا بیرون اونه تو روغنه. شنفتی چی گو؟ میگه نونه من جو روغنه. ببرمی گرمه ببرمی ببخشیده اونجا چاو پاپ بگو بینم این چک تزمینی رو از کجا بود؟ قربان به سر مبارک تو بگم. این چه یارو رو من یه جا دیدم. قربان این پخش کننده چکای تزمینی قلابیه. با چند بسته از چکای قلابی دستگیرش کردی. او 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 خو 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 خودشه قربان خودشه خودشه پس دستیخته یه جاش باره جلو باره جبه کنی چه قربان خودشه باره به دفتر ها بگو بگو که من بودم که ایچه کاره دیدم به اینا دیاره همه دیاره زیبش بگو جون بکن قربان من راست میگفتی من راست میگفتی. این چه کتاب اینا دادی؟ اگه راستشو بگم مسلما در مجازات تخفیف داده میشه. بله قربان من دادم. منم از یکی گرفتم که براش آب کنم. حالا هم تو خونه منتظرمه. عارفان بله قربان فوراً ترتیب دستگیری اون یکی رو هم بدیم ببرینش. شش قربان بله برو بیرون. بله چی شلوپ دونی قرار دست بینم بنده دیش شلوپ دونی با دستوخت دوز دو قربان قربان من هر دکر من هر دکر من بیگونه قربان من بیگونه سلام قربان بگذارم گم شده تون پیدا شده. اونو دیگه بسی درسته خودش کجاست؟ دختر فقیریه تو اتاق انتظاره. اونیش قربا منم توی؟ بله اگه میگه اون دوزی کرده یا آدم کشته قربا من بودم قربا اون به خدا بیگناه بیگناه والا به خدا بیگناه بیگناه والا بیگناه میگه به شما بیگناه اخه من گو بفهمی خدا بارو را نمیدم به همون بچه میگم بفهمی حتی من اسمش رسیده دیگه خدا رو بنده نیست. احمد کاش که مام یه لباس قشنگ مثل اینا داشتیم تو دربونه جلمون رو نمیگرفت و به همون گفت بفرمایین قربان. بیشتر نخور گلی جون اگه از راه آسمونم شده خودم ببرم. حالا چیچونی من اینو ببرم تو خانم ها آیون از این که امشب به خاطر میلیونر شدن من در این جشن شرکت کردین و من و خانمم رو طرف راست فرمودین خیلی متشکرم. با اجازه آقای نیکنام. خواهش میکنم قربان. من گیلاس خودمو میخورم به سلامتی آقای نیکنام که اونو بیشتر از جانم. خیلی ممنونه. به سلامتی خانواده نیکنام. سلام به دوستان. ببینم این دختری چیه که همه جا اسمش هست ولی خودش نیست. یک ولگرد بیش طرف های خالص. آره تو ببینی گلی جون اتو خودتی گوشته بیشه تک کن ببینم چه تو میشه. آخه چطور ممکنه آدم نظارت به افتشو به مرد بزرگواری مثل آقای نیکنام نده و به یه دختر ولگرد؟ اگه لعنتی زنده بود به خاطر همین کار خونشو میخوردم. ای کوب بخوری
کاش این بود مردی الان اینجا بود تا میدیدیم بیدم آینه رو بیدم بسید نه خیلی نایمده معلومه دختره ولگرد روش نمیشه تو این پاسیا بیاد اگر نه تا بحال اومده بود اومدم خانم محترم درم نایی کن مرمت یه آقای بیغواره نگاه گذاری کنو داره نگاه کن آقای سلجد آبادی ها آقای خوشمره ها نگاه کن آقای سلجد آبادی ها چه باغ بحش خوبیه اینجا حالا سب کن به به گلنار جان چطور شد خاک پات رو چشم ما پاچیدی؟ خواهش میکنم شلوغش نکن چاخان علی ما میخواستیم از در بیاییم تو رامو نهدن از دیوار اومدیم قربونه قدم گلنار جون دوستان عزیز این دختر خانم خوشگل همون گلنار خانمی که سر شب تا حالا داشتم تعریفش رو شما داشتین تعریفش رو میکرد بله من میشناسمش بله درسته دیدی احمد آره حالا دیگه شخصیت و مقام هر بی سر و پا شد حالا پیش پول آبرو و شرافتم باد هوا شد حالا هر کی که پول داره دیگه هر کاری پیشه ولی هر کی که بی پوله خونش میره تو شیشه اگه پول دار آقایی توی قابل مردم اگه مفلس و بی پولی میشی انگل مردم حالا دیگه پول شخصیت و مقام هر بی سر و پا شد حالا پیش پول آبرو و شرافتم باد هوا شد حالا هر کی که پول داره توی هر کاری پیشه ولی هر کی که بی پوله خونش میره تو شیشه اگه پول داره آقایی توی قابل مردم اگه مفلس و بی پولی میشی انگل مردم حالا دیگه پول شخصیت و مقام هر بی سر و پا شد حالا پیش پول از شعرهای که خوندی متشکرم راستی گلنار جون با دوستان نزدیک و صمیمی من آشنا بشو جناب آقای بله میشناسم شما همون کسی هستین که میگفتین نیکنام و حقه بازی و کلم پول دار شده نیست؟ من خورم به 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 جونم به این رفی مبارک قربه و شما؟ همون کسی هستین که دم ماشین میگفتین نیکنا با چایین و زرچوبه و روغن تقلبی به اینجا رسیدین من؟ جونم به این رفیق شفیق مبارک قربان و شما همون آقای خوشمرام هستین که دم در به زنتون ممنوعیت بدین تا به نیکنام خودشو نزدیک کنه که به موقع بتونین ضربه رو خوب بهش بزنین من چه گلنار خانم میبینین نیکنام بینوا رو چه افیاری محاصره کردن حالا همه شونو بیرون میکنن گمشین گمش دیگه نخواهم میگنم عجب خونه ای داره لکه همه شما پسول دوزی داره بگرده گلی درخت که به این بزرگی چرا میوه نداره؟ حتما انگوراشو کندن بیرشافا همه شو کندن خوردن یه خودشو نزداشتن باشه با همه رو بیرون کردم گلنار جون زیاد جوش کردن همه تو سرطه یه چهر باشی یعنی شو؟ یعنی همین که گفتن یعنی یادتون موقعی که ماشین تو پاک کردم عوض زحمتم همین خانم محترم شما یه سیلی محترم دستی بوشم من که شرمندم ما رو ببخشید که اون موقع شما رو نشتاختید بفرمین بیشید بفرمین چه انگیری باغ داباد چه شنگ بری چاکرتون میزمم به شنگی مخلصیتون پیت احمد پنگو بله میشنسم گلنار خانم اجازه بدین این لبای قشنگ و انابیتون رو به عنوان قدر شناسی و همخونی ببوشتر بکرسم یه همه یه عنوان قدر شناسی و همخونی در زم به مزاجت نزده شنگ بری پنگو
نداز میدازه راستی اومدم ازتون خواهش کنم که زودتر اجازه بدید اسکه تقسیم بشه. آقا من برنامه خیلی مهم میدازم. راستی خیلی مهمه برنامه. آقا خیلی مهمه کاری دیر اومده جون میخواه بره. برنامه آقا چیه؟ تصمیم دارم یه حرمسرای بزرگ رو خیلی عالی درست کنم. 4 دام زن عقدی بگیرم و 6 دام سیغه. دوتا این بس دوتا اون بس دوتا این بس دوتا اون بس بلا گرفته که کم اشتها دستا اشتها نداره. خب شما که الحمدلله همه چیز دارین دیگه پول میخواین چی کار بکنین ها؟ فرمودین همه چی دارم پول میخوام چی کار؟ میخوام قبل از خرمن گندم تمام حاصلها رو به قیمت ارزون بخرم و انبار کنم. کافیه فقط درست جلو مصرفشو بگیرم. اون وقت چطور میشه؟ ایچی کوچیک و بزرگ همه میگن نون نون نون. خب اون وقت وقتیه تومن میشه 20 تومن. سبکو ببینم این نقشه از خودته؟ از اینجاست. از این نقشه ها خیلی میتونم بکشم. خدا بیامرزه پدر چنگیز خان مغولخان و شری کردی. این اشتها از همه خطرناک تره. این بذاریم به جاش بذاریم به جاش. این نقشه ها از همه بهتر بود. الحق که نقشه جفتتون عالی بود. بنابراین میتونم که میتونه سهمشو بگیره. وقت گلمه؟ ترتیبش میده. بله بله ترتیبش میده. خواهی بده کنم. بله بله خواهی بده را ترتیبش میده. ترتیبش میده. خوشتون با؟ بله. سلام گلنار جونم. قربونت برم کجا میره عزیز دلم؟ ببین یه پیرن قشنگ نو برات خریدم که دیگه دخترم این پیرن کنر نفروشه. میبینه همه چون مادر دلسوزی دارم بهتر خانم برام یه پیرن نو خریده که دیگه این پیرن کنر رو نفروشم. آره جونم. کی؟ بیجت خانوم؟ بله این همون بیجت خانومی که باشم تعریفشو کردی؟ آره عزیز دلم خودم برو برو خودتو به من نچسبون که حالم به هم بکنم. اقا باشتو اقا باشتو مادر بولاد جده یکی کسد اخلاق چه گلنار کیون اومدم ازت بپرسم چه اجازه میده که من پولامو بگیرم؟ میخوام ساختمان کنم عمارتهای قشنگ قشنگ بسازم بمیرم الهی مادر جون ببینم مگه تو از خودت خونه نداری؟ الان تاق میده اصلا چرا اونجا نمیایی؟ خونه منم خونه خودت قربونت برم. آره خونه خونه خودم. آره قربونت برم خونه خودته. من که با تو این حرفا رو ندارم قربون و شکلت برم. باره باره که همچاخان کن همکارادون تو منتظرشن. باره پلوشون ببین من چه پولمو میگیرم گلنار جون. ترتیبشو دادم باره ازشون بپرم. باره بریم هده بر ترتیبشو داده خدا جونم. نبود رسم این دنیای هستی به غیر
از قصه بالا و پستی، عجب یادی زما کردی خدایا، رها کردی ز غم دلهای ما را. دیدی اما داروی اونا رو، صفای باطن و سادگی رو آدم میتونه فقط میونی یقه چرکی ها و آستین کنه پیدا بکنه. گلی جون، میونه آدم های پولدار و کاربارچاق هم آدم های خوب هستن. درسته هستن، اما میترسم ما بدنون بشیم. یعنی میخوای از چند میلیون تومن ارسیه بگذری؟ نمیدونم. لا 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 عمو جون، این گشنگی و دربدری و تو سری خوردن و کنار خیابون خوابیدن بدمون نیست؟ میدونی وقتی آدم با شکم خالی اما خیال راحت با اونا میخوابه و آزارش هم به کسی نمیرسه، دنیاش چقدر دنیای قشنگ و خوبیه. خدایا من به این دختره چی بگم بابا جون؟ اگه فلاکت قصدی هم که باشه تو قصد خودتو کشیدی. من دیگه نمیخوام دست پاد برای یه لقمه نون بلرزم و گیرت نیا. تو حق داری، اما میدونی اگه این پولو تقسیم کنیم و به دست اونا برسه چطور میشه؟ هر طوری میخواد بشه بشه. بلاخره یه خوردش به بدبخت ها و بیکاره ها و یتیما و دربدرهای مثل ما میرسه. همونش هم خوبه. نه نه نمیخوام، نمیخوام این پول اینطوری خرج بشه، نمیخوام دستم به این گناه آلوده بشه. سلام علیک آقا مهندس. سلام گلی جون. پاتون چطوره؟ والا هنوز درد میکنه. حالا خب اگه درد میکنه چرا کار میکنی آقا مهندس؟ آخه امروز نامزد عزیزم میاد، میخوام اینجا مرتب بشه. خیلی خب تا بگی بشین من برات درست میکنم. آقا متشکرم گلی جون. سلام بچه جون، کجا بودی؟ چرا اینقدر دیر کردی؟ من که دیگه داشتم از دوری دیر نمیشدم. گفتم میلیونر شده، میلیونر. چی کاری میگی؟ اینه هاش اینجاست، بخون بخون. خانم بهتتون که صاحب نیه دیفیزه مهدی باقفا گلنار کسترش نصرت الله نکنام و محمود شنگول صاحب میلیون ها تو ما ثروت شدن. خب باشه از خودت حرف بزن. از خودم حرف بزنم؟ آخه برای من فرقی نمیکنه تو میلیونر باشی. چرا؟ برای اینکه من تو رو دوست دارم، نه ثروتی رو که به ارث بردی. چی میگی؟ من الان صاحب چند میلیون تومن ثروت شدم. خب مهدی الان پهلوی نماینده دادستان بودم، گفت فقط یه دختره که باید اجازه بده تا من سهم خودم رو بگیرم، اما هنوز اجازه نداد. میدونی بهروز، اگه اون موافقت کنه که این پولا تقسیم بشه زندگی ما چقدر عوض میشه؟ قشنگترین لباسا، بهترین ماشینا، بهترین خونه ها رو میخریم و از اجاره نشینی نجات پیدا میکنیم. صاحب بچه های مامانی رو خوب میشیم، اون وقت صبح تا شب تو خونه میشینیم و با بچه هامون بازی میکنیم. عزیزم تو هم دیگه نمیخواد دنبال کار بگردی. آخه پس چطوری زندگی کنی؟ با پول من، با ثروت من. نه. چرا؟ شوهری که بخواد با پول زنش زندگی کنه مرد نیست. مرد نیست؟ خب عزیزم این که اشکالی نداره، پس من مثل یه تاجر یا یه بانکدار به تو سرمایه میدم تا کاروبارت را بیفته. من بزرگترین سرمایه دنیا. عزیزم گلی، اگه اون سه نفر نقشه های بد، تو میتونی اونا رو خوشبخت کنی. برو برو گلی. نه 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 نه. اما چیه گلی جو اومدی؟ من به خاطر این دو نفر تصمیمم رو عوض کردم. پس پولو میگیری باره جانتا؟ آره، با این پول مهری و مهندس خوشبخت. آره خودمونم خوشبخت میشیم. خوشبختی رو نمیدونم، اما بعد نیست یه مدت خودمونم بریم تو جلد پول داره ببینیم تو دنیای اونا چه خواهد. پس من لباسم رو عوض کنم بریم پیش نماینده. آره عوض کنیم، عوض کنیم، بریم 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 بریم. اینم امضای بنده. بفرمایید. متشکرم. صورت مجلس امضا شما بابا. خب این چک سهم الارث شما آقای نکنم. خیلی متشکرم. اینقدر طولش داد تا بانک تعطیل شد. مایی هی درم از دیگر قربانی.
سلام و زهر مار کسافت. ای ولی الحمدلله بعد نیست به مرحمت شما. معلومه گوله رو گرفتی جواب سلام منو دادی ها؟ همشو قرمه شما. خیلی ممنون، خیلی تشکر، انعامتون رسید، الحمدلله بعد نبود. الهی شکر. آقای محمود شنگول. منه. خیلی ممنونم. ببخشید قربان که وقت عذرخواهی ندارم. باغ دابات چه انگوری. چه انگوری. با این میتونم 60 تا جم بگیرم. بابا اولیشو اشتباه. بعد دیگه دلم داره آب میشه. صبر داشته باش مهدی. سهم الارث بهجت الملوک. گربه گور شده اینجا من عقب گذاشت. متشکرم ازت. وای 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 خدایا بخیر بگذر اون مادر پول حاضرم میلیونر شده سرم نریکن. بیا اینجا مردی، من شیرنی خشکی نمیخوام. بیا. بله بله چشم. میدونم شیرنی تر بهت میدم. خیلی ممنون گربون شما. گربون دست شما. خیلی ممنون. همینجور شیرنی میدن و میرن، میدن و میرن. دوشیزه مهری بابقا. سلام بر تو، سلام بر پوت، سلام بر ماتیک، سلام بر پالتوی پوت، سلام بر اتومبیل آخرین سیستم. مهدی، مگه بچه شدی؟ این کارا چیه میکنی؟ با من حرف نزن عزیزم، فعلا گرفتارم. بای بای کنی. خب خدا رو شد که شما به مرادتون رسیدی. خب عروسی که یه انشالله. عروسی کی جونی؟ عروسی شما آقای مهندس. راستی مهندس کو؟ اونه دیگه ولش. بای بای. نه نه این یکی شیرنیش در میدیم. من که سر در نمیرم. یکی میاد شیرنی تر میذاره اینجا، یکی میذاره اینجا. اینم چکه شماست خانم. من حالا نمیخوام، پیش خودتون باشه. سب کنید خانم گلنار پاک سرشت، شما خوب نیست با این وضع باشید. نه نه من حالا این پولو نمیخوام. در وضعتون رو عوض کنیم، فعلا این مبقا از من بگیرین تا بعد بگیرین. باشه. حالا این کسی که اینجا نشسته مادمازل سونیا. بسیار منم میخوام با مادمازل سونیا صحبت کنم. وقت نداره جونی. چچا 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 تو نمیاد کاری بکنی که این ثروت بالورده چشم عقل تو ببنده. تو فرزن که نه نام زده من باشی، ولی باید این پول در راه درستی خرج کنی. راه درستش همینه جونی. اوله چچا نه این راه درستش نیست. این راهی که تو انتخاب کردی مهر و عشق و عاطفه و تمدن و انسانیت و همه چیز رو نابود میکنه. اشتباه میکنی، به خدا قسم اشتباه میکنی. این راهی که تو انتخاب کردی تو رو برده افتساد و بدنامی میشه. این خواهد میکنه. تحضیم کنین، منم خودم قلت هم تعظیم است. علیک تعظیم، علیک تعظیم و علیکم و تعظیم. میگم که لباس رو بسکیم ببینین چه لباس قشنگی. وح چه لباس برازنده ای. معلومه بایدم برازنده باشه. خودم بازم لازه شد یا بیرون طرفیم. انگوری گمشین، گمشین میرم. گمشین وای شنگری. به چه انگوری جنگلی چونه. جونم خوباشو براد آوردم. اینا سیتا از سمال سیتا دخت. دست شما دختن کن. باغ دعوات چی دختری. وای چی دختری. چه چیزی دست میکنه تو دیگون. خوشتار زمین. یکی از یکی بهتره. هر کدومشو نمیخوای بذار کنار. زبون تو گاز بگی. آمیز محمود شنگولی کسیه که کفرونه نعمت بکنه. استغفرالله. اصلا بچی و یه روزه اینا سی تا، تازه یکشم کمه. آخه آمیز محمود سی تا زن که یه دفعه نمیشه گره. خیلی خوب آمیز محمود نمیشه. ما به حساب ما حساب میکنیم. روزی یکی یکی هم زپاس. میخوام مثل خلیفه های قدیم روی تخت لم بدم و عروس بغل دستم بشینه. هر شبم یه دونه. عقدی نشد سیغهی، سیغهی نشد عقدی. آخه نمیشه این کارو کرد. فرد چیکار کنی؟ دیگه بیشتر از هفته که نمیشه. خب بنده گفتی هفتم هفت روزه روزی یکی. اما زاپاس چی؟ دیگه زاپاس نمیخواد.
چی؟ زاپاس نمیخواد؟ ماشین که چهاردی کهانه زاپاس میخواد، اما میز محمود شنگولی زاپاس نمیخواد. واقع داباد چه خیلی خوب ترتیبشو میدم. یالا بریم بیرون تا رو سرتون خراب نکردم. بیمارم آقا من دوست داریم هر با سرم نمیشه. همین حالا باید اینجا خراب میشه. مالنه هر کاری دلم بخواد باید میکنم. خدایا یالا که خود هوا سرد و بارونیه، تو اگه دلت از سنگم باشه بازم باید به حال اینا بسوزه. تو بمیری این دفعه دیگه از اون دفعه ها نیست. میکشمتون پول خونه همه تونم میدم. میدونی این که من میلیون ها تومن پول دارم. پول پول منو بکش، اما اونا رو تو این هوا از آشیونه و خونه و زندگیشون بیرون نکن. به کوری چشمت بیرون میکنم چه میکنم؟ چیدن پولم در میاد. بی مروفت، اقلن فقط امشبو به اینا مهلت بده. یه دقیقه مهلت نمیدم. یا الان برید گفشی چرا بایستادی؟ بارلاها، اگه ناله های این بچه های معصوم و این بی خانمان ها به گوشت نمیرسه، فریاد من پیر مردو که میشنوی. پس کو عدالتت؟ چطور شد اون وعده های مکافاتی که داده بودی؟ کجاست اون قهر و غضب آسمونی؟ خب خانم گلنار پاک سرش، از این که سر و سینه و اندام قشنگ تو پارچه های زری و اطلسی پوشونده خوشحال نیستی؟ نه. چرا؟ احمد جان حالا میخوای احمد آقا خان بشی یا با تو قبقبت بندوزی و با تکبر رو بری و حد بزنی؟ حالا دیگه تو پولدار و ثروتمند شدی. ثروتمند ثروت مال تو نیست، مال گلنار پاکسرشتی. اگرم بهش خدمتی کردی وزیده انسونیتت بوده. برو 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 پیکاره برو برو. اما گلی هیچ کسا نداره، هیچ کسا. اگه میخوای با گلنار پاک سرشت عروسی کنی بندت خوار برای داری بهش دادم. تو حق نداری منو وسبت کنی، تو حق نداری، میفهمی حق نداری. اگه نه دهنتو خورد میکنی. خودتو گل ندار بنده. چی شده احمد؟ هیچی،
که این شیطونه اینجا پیدا شده بود من رو دادم گردنشو شکستم. بله جناب آقای احمد خان، هرکول دوران میبینم. خب حالا زودتر لباس بپوش چون دیرمون شده. خیلی خوب، حرفم یعنی زود باش، باید زن و شیشت و بچه محمود چنگولو به هر کلکی شده ببریم تو جشن عروسی باباشون. زودتر محمود جون، ببین چه عروس مامانی برای پیدا کردم، یه پارچه ماهی خوشت میاد. دست درد نکنه مامانی، اما اون شیشتای دیگه باید از این سفارشی تر بشن. تا پول داری فکرشو نکن، از بهش برات هوری میارم، هوری. انگری باغ دابد که انگری قربان، قربان، سردسته مرتضان انزی در دستشو بیارن. مارد شبه، مارد شبه، مارد شبه، شبه مارد بایی چشم خواهد؟ یک کاری از دست من ندید دختر، یکی نیست به ما بگه بابا جندی بود زنه جندی همید شکم چه خوب شد انگری زودا شروع کنده چش گلبا عجیب مجیب یا ترکیب بوم نه بابا یارو
می پرون پشیم و نزه عروسی می تاجیم شروع گر که تو حیفا تو در میان نهی گر که عروسی در آسمان نهی ما دو تو جونه تو بله می کنیم اسم عروسی بردن نهی 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 یه دفعه دیگه که در تو در میاریم
چه حالا چه ها میشه؟ چه ها میشه؟ بابا جون روزگار کیا میشه؟ کیا میشه؟ اگه گفتی چه اینا کجا میره؟ کجا میره؟ آره میستن دلیا هوا میره. پس بره؟ پس بره؟ پس بره؟ پس بره؟ گفتی بره؟ بگی که اومد؟ بخرید تمامو، تو که میدونی پول نقد اینجا نیست، همه رو جلد خریدم، هر چی دلت میخواد چک و سفته میدم. بخرید. الو من نیکنامم، بفرمید. چک سفید امضا که بهت دادم همشو بخر، نمیخوام دیگه مثقالی از این جنس تو بازار پیدا بشه. فردا پس فردا بهت میگم قیمت تو کجا میرسه. خدافظ، آخرش به آرزو رسیدم. الو الو. بله آقای نیکنام، خود شمایی؟ بله من خلیل هستم. قربان، پلیس داره تمام انبارا رو مرور میکنه. بله. چی؟ پلیس؟ از کجا فهمیدن؟ کی بهشون گفته؟ همون آقای خوشمرام، رفیق شفیقتون، اون همه چیزو به اطلاع پلیس رسونده. خلاصه مواظب خودتون باشین. وای که بیچاره شدم، نابود شدم. چیکار کنم؟ چرا اینا اینطور میکنم؟ کار خوبی کردی که گذاشتی این همه ثروت تخته میشه. آیا برای کار درستی مصرف میشه؟ آخه چرا تو به جای اینکه این پولو برای خوشبختی یک فقیر و بیچاره خرج کنی، اول به فکر خودت بودی؟ ها کار خوبی کردی. نه دوری، نه خدایا خودت را. با که هم میدادی؟ با که هم میدادی گلی؟ با هیچ کس. هیچ کس ها؟ هیچ کس. پک پک نمیخو به من بگی ها؟ خب باشه، شب 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 بخر. یعنی به من. من نمیتونم تو رو تو غمای خودم شریک کنم. خدا آمده بکشه اگه گلی عزیزش غم داشته باشه و اون ندونه. آخه چرا؟ از روزی که زندگی موض شده، مثل این که تمام غمای دنیا رو به من دادم، شدم یه کلاف سردرگم. نمیدونم چی کار کنم. لا 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 لا، آخه چرا؟ چیز نداریم بخوریم که داریم، جا نداریم بخوابیم که هزار ماشاءالله داریم، آخه چرا؟ بله، شما به خاطر آسایش و خوشی خودتون زندگی دیگران رو سیاه کردید. چطور شد؟ چطور شد؟ نفهمیدم. سلام مهندس، حالت چطوره؟ تخته تقسیم ارسیه رو میدادید که من نامزدم از دست بدم. ولی من فقط به خاطر خوشبختی تو نامزدت با تقسیم ارسیه موافقت کردم. بله، گلی راست میگه. تو ارزه نداشتی نامزد خودتو نگهداری، دستیر موجی ها؟ حضور، چرا؟ راه برگشت برای مهریه تو هنوزم هست، نباید ناامید بشی. حالا خواهش میکنم بشین، بشین. سلام. سلام. لطفا به خانم گلنار پاکسرش بگید که نیکنامه. بفرمایید بشینین تا خبرشون کنم. متشکرم. بیان. آقای نیکنام میخواد شما رو ببینه. بگو که احمد آقا خان و گلنار خانم گفتن که ما خونه نیستیم. نه صبر کن. نه صبر کن. به
بهتره ببینیم دیگه چی میخواد. دیگه چی میخواد؟ باشه بهشون بگو که همین الان میام. نه 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 تو بشین ما الان برمیگردیم. نه 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 تو بشین ما همین الان برمیگردیم. سلام عرض میکنم. سلام آقا. سلام به روی پاک نشسته. میگم نکنه که تو هم زن تو از دست دادی که این وقتی شب مداهم ما شدی ها؟ میدونی گلنار خانم به چه روزی افتادم؟ کشم کوشه؟ میخواستی روزی مردم رو انبار نکنی؟ تو خفه خون میگیری یا نه؟ نه خفه خون نمیگیرم هیچی پدرت هم در میاره. دیگه کارت بزد خونم رسیده همه جا پلیس دنبالمه. شما نباید بذاری من غرق بشم. نه تا تو غرق نمیشی میری رو هوا. چه کاری از من ساختم؟ نصف برسیه خودتونو به من قرض بدیم با نزولش بهتون پس میدم. همش نصفش که آدم با انصاف یه جونه نرش نمیتونم این کارو بکنم. باید بکنی ولاب چه غلط و شیطونه میگه بجرم اف ای نه شیطونه چیزی نمیگه شیطونه حتی غلط میکنه هر بداره همه رو بیار یه جا بهش بده بیار بهش بده بهش بده بگه بهش بده من باید فکر بگه میگه باید فکر کنه بگه بکنه بیچاره بعد یه رو بدیدی فکر نداره فکر نداری من همین حالا میخوام چطور هم یارو بکنی کجاست پولا من گفت بودم گفتم کجاست پولا داده وقت منو بی خود تلف نکن بی تو بقیده شما نمیتونی اینجا پول پیدا کنی نمیتونی. نه بابا نه میتونی تو میتونی تو میتونی بابا میتونه من میدونم این میتونه چی ایشون میتونن شما میتونی ولی اینکه من خودم بهتون نشون میدم. آه بگیرم چیکار دارم میکنم گفتم پولا کجا همین الان بهتون میگم کجا زیرم خرنش مزدی حرف ندم میزنم بزنه منو اپوش میزنم یه چی بوده یه هوا میزنی میگلو 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 حسرتی این ثروت رو به جگر یکی یکی تون میذارم تا سه میشمارم اگه محل پولا رو نگی میکشمت. یک دو یا تو قبلا چی شد؟ احمد چی شد؟ احمد چرا اونو کشتی؟ احمد افتکار کلاهبرداری قاچاق و الان در حال اسکاب جنایت ببر بیر منو قربان یلا بیا سلو یلا احمد جان احمد خدا رو شکر که طوری نشدی. یخی یخی من مردم من شهید شدم. نه بابا احمد جون طوری نشده بلند شو گلوله افسر پلیس تو رو نجات داد بلند شو. من طوری نشدم
من مردم یه ساعته. چرا بازی در میزنی؟ احمد جون اگه مرده بودی که حرف نمیزدی. راش میگه. نه من از اون مرده های دوبله به فارسی هم من حرف میزنم. می‌گذرم از غم هستی، زندگی نو خط بی‌گناهی بس، نه 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 بیزارم از همه عیش و مستی کمه، نه نه زندگی آدم خواهی پاکی دل کندم این برو جلو خندم. برو جلو کم پشتش کن بنام. برو دیگه جلو مرسنی برو دیگه برو جلو برو جلو بی بو جلو برو در شرم هستی می گذرم از قم هستی. مهری میخوام چند کلام با حرف بزنم. وقت ندارم جونی. دوستم میخوام با حرف بزنم. بیل کن دستمون. ببین چقدر ناراحتش کردی. حیوانی فنتی که متجدد نیست. مرسی، تو باید از این تجدد من یکیش رو انتخاب کنی. من میخوام آزاد باشم، آزاد. بگیرین توق لعنتی تو با اون دوستای جونجونیت از اینجا بری. من میخوام خوش باشم، بری گمشین. من نمیذارم اسم آزادی تو خودت تو ننگ و بدنامه قرار کنی، میفهمی؟ گمشو مرسیو برو. مهری تو اشتباه میکنی، داری با دست خودت خودتو بدنام میکنی. گلی چی میگه؟ تو هم دیگه گلی نیستی، تو حالا گلنار پاک سرشتی با میلیون ها تومن ثروت، میلیون ها تومن پول. پول این پول میونه ما ها یک دنیا فاصله ایجاد کرده، دنیای فقر و دنیای ثروت. دنیای من دنیای بیچاره هاست، دنیای بدبخت هاست، دنیای تو دنیای پول داراست که نمونه شو دیدی. دیگه نمیخوام قیافه هیچ کدومتون رو ببینم، هیچ کدوم. قیافه همه تون متنفرم، متنفرم، میفهمید؟ متنفرم. همه حرفای تو رو قبول دارم، خودم هم تو این آتش دارم میسوزم. تو خود تو ناراحت نکن، من یه فکری کردم که میتونه تمام این ناراحتی ها رو از بین ببره. گلی راش میگی، راستش گناه از ما بود که گذاشتیم این همه پول به این جونه برا برسه. میگم چطوره که ما با این پولا یه مریض خونه بسازیم؟ نه آرزو ندارم کسی مریض بشه که به مریض خونه احتیاج داشته باشه. حالا فهمیدم لابد میخوای با این پولا یه مسجد بسازی. نه مسجد میسازم نه مریض خونه. حالا که این ثروت باعث بدبختی یه عده شده، من سهم خودم رو میدم یه کارخونه میسازم که هم یه عده رو از بیچارگی نجات بدیم، هم با درآمدش مسجد و مریض خونه و مدرسه بسازیم. آفرین به این فکر. دست بده دست بده. خب از که شروع کنیم؟ از همین امروز بریم. همین امروز
فردا، همین امروز میخوایم خوش باشیم بی خیال فردا، همین امروز مال ما و فردا، مال فردا. بابا امروز و عشق چیه خیلی قول فردا؟ مال